بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست 15 ماه می سال 2020 میلادی و برابر با 26 اردیبهشت 1399. بهتون گفتم که بعضی از دوستان میگن اردیبهشت نیست، اردی جهنم. در صورت در واشنگتن هستیم. هوای اینجا بعد از چند روز که واقعا مثل زمستون بود، حتی یه جاهایی گلا رو بیاریم داخل که یخ میزنن و اینها، بالاخره گرم شد و گرم هم نه بهاری، رفته به طرف تابستون. میگه حتی فردا پس فردا درست مثل تابستون هست. اینم ماجرایی هست در واشنگتن دیوانه. امروز ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت نیویورک با آقای فرزاد نیساری هستیم و با آقای امیر حسین لادن هم ساعت 3:30 هستیم. برای ایشون نوشتم که دوست دارید که تاپیک برنامه امروز چی باشه. ایشون گفت من ترجیح میدم درد دل کنم. پس نظر من جالبه بیان بشینیم آقای درد دل آقای امیر حسین لادن، محقق، پژوهشگر و کسی که اندیشکده آگاهی و شناخت با دوستانشون اونجا هستن و باور دارن که ما تا به آگاهی و دانش نرسیم مشکلمون حل نمیشه. سوالی که من از ایشون دارم، چون ایشون چند بار قبلا هم درباره رضا شاه و خصوصیات این مرد صحبت کردن و از طرفی طرفداران رضا شاه ببینیم که واقعا چه دروغهایی رو میگن درباره این شخص که اولین دانشگاه رو این درست کرده، اولین دانشجو رو این فرستاده به خارج، که همه رو بر اساس تاریخ که نگاه میکنید دروغ بیش نیست و اینها تحریف حقیقت میکنن، تحریف تاریخ. حالا ببینیم نظر آقای امیر حسین لادن چیه. ولی اجازه بدید که من ساعت 2:15 یعنی 2 دقیقه دیگه درباره برنامه هفته قبل صحبت کنم و با شما درد دلی داشته باشم. این ماجرای درد دل چیه؟ و دیدم بعضیا به اشتباه می‌نویسن دل درد. دل درد یک چیز فیزیکی و از لحاظ به اصطلاح بهداشت مزاج و اینها ممکنه بود، ولی درد دل یه چیز عاطفی است که حقیقتاً مغز آدم رو آزرده میکنه و به همین خاطر آدم فکر میکنه که دلش به فشار آمده و به درد آمده و اینه که میگن درد دل. و اما ساعت 2:13 است و اجازه بدین همینجا تشکر کنم از دوستان از اندیشکده آگاهی و شناخت که به اصطلاح اطلاعات و راه یا راه های تماس گرفتن با آقای لادن و با اندیشکده رو برای من و شما نوشتن و خیلی کار ما رو آسان تر کردن. من ممنونم ازشون. یک خانمی از ایران پیام گذاشته که من اگر بتونم پیداش میکنم و اجازه بدید که اینجا هم ببینیم که چه خبر هست. استارت و دیگه باور کنید بعضی وقتا خودمونم نمیدونیم کجا به کجا است. ببینیم که دوستان چی میگن. What happened to your live program? Believe me. من قراره که روی برنامه باشم و با شما باشم، ولی بذارید ببینم چرا نیستم. اینجا این رو ستینگش رو عوض کنم و بیام. این فیسبوک با ما اذیت میکنه، یه سری مشکل داشتیم نمیذاشت ساین این کنیم. حالا من ببینم که اینجا فیسبوک میذاره این اینفورمیشن رو ازش بگیرم. لایو ویدیو و میگه چه کار میخوای بکنی. میگیم میخوایم استریمینگ کی شما رو استفاده کنیم و ببینیم چی میگه. خیلی عجیبه. اینا یه کار ساده ای رو که ما 17 سال پیش انجام میدادیم الان اومدن مشکلش کردن. شما مشخصات رو از اونا میگیری، میذاری تو دستگاه خودت، دستگاه خودت رو روشن میکنی، میفرسی برای اونها، بعد اونها میگن که اوکی
حالا فهمیدیم دستگاه روشن تو میتونی حالا بری روی دل. خب آقا همون اول شما یه مشخصاتی رو بده، یه سوراخی یه مغازه رو توی این پاساژ برای ما بذار. بله حالا نوشت گو لایو، حالا میایم و چقدر هم به موقع این کار انجام شد که بتونیم از دوستان عذرخواهی کنیم درباره برنامه هفته گذشته. فکر کنم الان ما اونجا هستیم و ببینم که هستم. بله میگه هستیم، چون هستیم استفاده کنیم از این هستی و از این بودن. و چند دقیقه دیگه میریم سراغ آقای نیساری، این رو هم شیر تو پیج و اینجا. بله خب به نظر میاد هستیم. خیلی ممنون این آقا سعید دوت میکنه به ما میگه. فکر کنم به احتمال زیاد یوتیوب به خاطر فیلمی که قبلا ما نشون دادیم به خاطر کپی رایت ما رو تنبیه کرده. به شوخی اون وقتا به توقیف میگفتن تو قیف، توی قیف هستیم فعلا. اینجا بچه ها وقتی عذاب میدن تو کلاس رو اینا بهشون میگن تایم آف، میگن برو بشین اونجا رو به دیوار ساکت، یا مثلا تو خونه میگن برو بشین توی اتاق، تلویزیون و اینها رو خاموش میکنن. در اصل ما رو تایم آف کرده بودن. خب هفته پیش وقتی من برنامه داشتم یه مشکلی در تصویر برنامه ما بود و اولین کسی که به من گفت آقای سعید بود و آقای مانی خورسندی، حالا کدومشون اول بودن کدومشون دوم این رو هم من متوجه نمیشم. و من اون همون ببخشید که اینو میگم ذات ایرانی که قبول نمی کنیم ما ممکنه اشتباهی داشته باشیم، آمدم به شوخی و به جوک و به طعنه زدن و اینها که نه آقا سیستم خودت خرابه، اینترنت خودت ضعیفه، فلان اینها. و من بعدن که نگاه کردم دیدم ای داد بیداد، من روز قبلش یعنی پنجشنبه برای یه شرکت آمریکایی کار میکردم و ویدیوی اینها داشتن از فوتبال، و وقتی ویدیوهایی رو که حرکتهای زیاد میکنن ما با 60 فریم پر سکند یا 60 عکس در ثانیه پخش میکنیم، بعد باید دستگاهمون رو عوض میکردیم با اون ستینگ یا تنظیمات قبلی. این کار من نکردم، اشتباه از من. حالا من وقتی به دوستان گفتم که من میخوام عذرخواهی کنم، سعید نوشت که نه عذرخواهی لازم نیست، بالاخره این چیزها پیش میاد. با خودم فکر کردم که خب خیلی ممنون از این دوستان، ولی این عذرخواهی خیلی خوبه. اولا آدم رو راحت میکنه، دوما نشون میدیم که اگه اشکالی داریم اشکال پذیر هستیم، بعد میریم دنبالش با انتقادی که اونها کردن با اشکالی که گرفتن ما به اصطلاح اون رو درست میکنیم و روبرا میکنیم. و از ایشون ممنونم بابت این دو تا به اصطلاح. شاید امروز مثلا تصویر من بهتر باشه، دلیلش همونه که اصلا کیلو بیت پر سکند رو من اون روز به شوخی گفتم ما باید از 1000 بیاریم رو 250-300، ولی تازه حالا بردیش رو 2500. اونایی که واردن بعدا میتونن رایت کلیک کنن این مشخصات رو میتونن ببینن، میتونن بخونن. حالا همین موقعی که ما اینا رو میگیم بهترین موقع است که از دوستان کمک بخواین. اگر کسی مایل هست تلویزیون مردم رو حمایت کنه، لطف کنه این کار رو انجام بده تا ما یه وسایل بهتری بگیریم و اینها، و بتونیم دستگاهامون رو به روز کنیم. این دوربینی که مال چند سال پیش هست الان ما با یک دستگاهی که می‌خریدیم کانورت می‌کنیم و تبدیل می‌کنیم به دیجیتال. حقیقتا اینا آنالوگ هستن. آنالوگ موقعی که روی این نوارا، روی این فیلم‌ها، روی تیپ، هر چی که شما بگید این ضبط می‌شده. فیلم خارجیه، تیپ خارجیه، نوار مغناطیسی در اصلش هست که قدیما میدونید اون یک نوارای بود، و بعد یه مدت که اینا رو استفاده میکردید به دلیل اینکه چند بار روش خط افتاده بود اصلا صداش هم بد بود. خیلی ممنون. آقای زمانیان اینجاست، آقای سبا تبار هم اینجاست، ولی از سم خبری نیست. حالا ببینیم سم کجاست، پیدا کرد ما رو یا غرق کرده و رفته. غرق نمیکنه، خیلی پوچ‌کلفته. پیام از ایران براتون پیدا کنم پخش کنم و یک نصیحتی به دوستان، نصیحتی صد باره و هزار باره که دوستان وقتی پیام میذارید اولا شماره تلفنتون رو بگید، شماره رو که دارید به
من زنگ بزنید اینجوری کار نمیکنه. دوم، من برای چی به شما زنگ بزنم؟ جدی از خودتون بپرسید. زنگ میزنید به یه شماره تلفنی، حالا فکر کنم این خانم اسم منم گفته و اسم منم بلد بوده، خب این اولا باز خودش جای شکر داره و اینها، ولی بذارید اینجا باید باشه. من ببینم پیام ایشون رو میتونم در قسمت لایف پیدا کنم و این میکروفون اینا رو جاش عوض کردم، بهتر کردم. فکر کنم گوگل وایس، بله این خانمی که از ایران هم تماس گرفتن، یا شماره شون مال ایرانه. میدونید این روزا شما میتونید توی آمریکا نشسته باشی شماره بگیری از این ور اونور، یا با سیم کارتی که از اونجا آوردی و انتقال میدی و فوروارد میکنی کارا رو انجام بدید. ولی گوش کنید به این پیام. الو سلام، خسته نباشید، من از ایران تماس میگیرم. گفتم میخواستم با آقای سوری صحبت کنم، اگه ممکنه با همین شماره به من زنگ بزنم. من منتظرم، ممنونم، خدا. بله من شماره رو اون بالا میبینم، ولی این روش درست نیست دوست عزیز. و گفتم من شاید اصلا شما اشتباهی گرفته باشی، ولی گفته من میخوام با آقای سوربی صحبت کنم. خیلی ممنون که بیننده برنامه ما هستی، بیشتر ممنونم که تماس گرفتید. ولی دوستان، تو رو به هر کی دوست دارید، اگه مسلمان هستید، مذهبی هستید، مسیحی هستید، اهل دین و ایمان هستید، تو رو به دینتون، تو رو به خداتون، سعی کنید یه چیز ساده رو یاد بگیرید. الو سلام، من سوربی هستم، من ایکس هستم، من ایگرگ هستم، مایل هستم با آقای سم صحبت کنم در باره اشکالات فیسبوک، در باره خریدن نان از مغازه، در باره درست کردن نان بربری در منزل. شماره تلفن من هم این هست، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 0. یه بار دیگه هم شماره تلفنتون رو بگید. شماره تلفن من هست 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. تمام. اون وقت من میام اینجا به عنوان شنونده گوش میدم. شما اگه گفتید من میخوام راجع به عاشورا، تاسوعا، ماه مبارک رمضان، ضربت خوردن حضرت علی، شهادت حضرت علی صحبت کنم، به قول جادجوری میگم شما تلفن عوضی گرفتید، برنامه عوضی اومدید. زنگ بزنید به تلویزیون نمیدونم کلام کلمه است، تلویزیون آقای کی بود اون سلام فلان اینا. اگر یه چیزی که به من مربوطه، به برنامه های من مربوطه، بله چشم. دوستان من بیش از 20,000 تا این ور اونور دوست و دشمن دارم، و اگر هر کدوم از اینها یه لینکی در روز بفرستن، یه تلفن اینجوری بزنن، خب این که نمیشه، که این که شدنی نیست، که به قول آمریکا this is not doable. و اما بیان برگردیم به زندگی خودمون. پیام از ایران، با کدوم شماره چرا من باید زنگ بزنم؟ و ماجرای شخصی از کابل افغانستان، یه دوستی که اینام همه عکسشون قلابیه، اسمشون قلابیه، نازی 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 نازنی، یه همچیز تماس میگیرن. الو سلام، خوبی؟ آقا این اصلا خانم هر کسی این زشته، یعنی چی خوبی؟ نه بدم. حالا که من بدم، شما میتونی چه کار برای من انجام بدی؟ بعد میگم من خوبم، امیدوارم شما هم خوب باشید. خب حالا چه کار میتونی؟ مادرم احتیاج به دارو داره. خب مادر شما کجاست؟ در افغانستان، در کابل. میگم دوستان اول به تلویزیون‌های افغانی زنگ بزن، ماشاءالله پولاشون بیشتر از ما، قدرتشون بیشتر از ما. دوم، شما باید یکی پیدا کنی که تو اون منطقه کمکت کنه. اگر کسی نیست از افغانی‌ها، میگن نگید افغانی‌ها، اینم دیگه اون وقتا میگفتن افغانه، نمیدونم چی گفتن غلط. مثل این ماجرای اورینتال هست، میگن نگید اورینتال، بگید ایژن. اوکی، میگن بگید افغانستانی. اگر دوستان افغانستانی مثلا به زبون نمیاد، اگر هموطنان شما به شما کمک نمی کنن، خب یه مشکل بزرگیه تو مملکتتون، باید اونو حل کنید. در اصل ما یه دوستی که سالها پیش در تلویزیون مردم برنامه گذاشتون، با ایشون تماس گرفتم و گفتم اگر میتونید به این بنده خدا کمک کنید. ایشون گفت من بنده کافی کمک میکنم، ولی چشم سعی میکنم یکی رو پیدا کنم. این هم از و بعد این دوستون هی نوشت هستی شما خودت کمک نمیکنی؟ ای بابا
این دیگه خیلی پروی میشه، خیلی بیتربیتی میشه بمانه. این هم از این. و اما افشای توافق پنهانی ایران و آمریکا بر سر نخست وزیری کاظمی، دوستانی که دل به ترامپ شالاتان بستید، این یک حرومزاده هست، بگیم حرومزاده حلالزاده، این یک شالاتان پسفطرتی هست، شخص پلیدی هست که توی این شرایطی که مردم کارگرا الان چند هفته است از مارچ 15، دو ماه بیشتر از 8 هفته میشه، حالا میگیم 8 هفته، 8 هفته از حقوق ندارن. این خانوادهش از طریق هتل ترامپ نزدیک به 1,000,000 دلار پول از مالیات دهنده ها گرفتن. اینجا هرچی پوله مال مالیات دهنده ها، بگذاریم که الان پولایی که دارن میدن به صورت قرض الحسنه که چه ارز کنم قرض پس نده است از چین و چه به روز آمریکایی ها میاره. شما میدونی الان برو بنویس بچه هایی که دنیا میان، امروز که دنیا میان 30,000 دلار بده کارن. خیلی ها بچه‌ای که دنیا میاد تو ایران اولا 1,000,000 تومان به نانوواش میدن، این بچه‌ای که دنیا میاد 30,000 دلار بدهکاره. حالا چند بدهکار میشن بعدا اون دیگه بماند. اینم از این. و ببینیم که دوستان چی میگن. بله نیویورک تیجی اینوستگی، بله این ترامپ شالاتان تمام دستگاه‌های قضایی و اجرایی و سه دستگاه چی هن؟ مقننه، اجرایی، قضایی و مقننه، اینا ستا رو ریخته به هم، یعنی 3.5 سال گند زده. اون وقتا هم میگفتن طرف یه پاشو گذاشته این و یه پاشو گذاشته اون و گند زده به اون وسط. این واقعا همین کار کرده. هر روز توی دادگاه ها سیستم دادگاه ها رو مشغول کرده که نمیدونم برگه های مالیاتی رو نشون بدن نشون ندن، نمیدونم فلانی رو که دزدی کرده و تنها هزاران کار بد کرده ببخشم نبخشم. خلاصه روزگار غریبی است. و از اون طرف این ماجرای کرونا و اینها هم که الان اومده، ممکنه دموکرات ها که بیحال هستن ممکنه نتونن به اندازه کافی و وافی تبلیغ کنن و نوامبر به اصطلاح به جای نرسه. از طرفی این شارلاتان میگه که نوامبر باید به اصطلاح انتخابات رو به تأخیر بندازیم و ببینیم چی میشه. بله میگه که مردم تیوی، نو مردم تیوی، ساوندز کیپ کاتینگ روی فیسبوک شما میگی یا روی مردم تیوی؟ مردم تیوی اصلا امروز مردم تیوی .com با تعطیل کنم، بعد بین برنامه خودم و برنامه آقای ارشاد از ایران که 270 برنامه هست یه تنظیماتی انجام بدم، چون ما رو تنبیه کرده یوتیوب به خاطر فیلمی که قبلا نشون دادیم. و این فیلمی که قبلا نشون دادیم ماجرای نیمروز دو به نام رد خونه. اولا وقتی میگن ماجرای نیمروز دو دیگه الان باید اسمی هم براش بذارن، اب نداره، ما ایرانی ها همه چمون یه جور دیگه است. و بله آقای خورسندی و دوستان دیگه سوال کردن توی برنامه که این رو آخونده ساختن. بله این فیلم هم مثل فیلم The Enigma of the Shah، یعنی معمای شاه، این رو هم آخونده ساختن. و چون آخونده آدم های درستی نیستن، آدم های دروگوی هستن، توی اینم به احتمال 100% نه تا 99% اغراق کردن، دروغ گفتن. و میشه گفت این یه فیلم پروپاگاندا هست. پروپاگاندا شما توش فقط خودتون هستید که میتونید چند تا چی رو به مغزتون که رسید سوال براتون پیش بیاد، اون وقت برید دنبالش تحقیق کنید. مثل من وقتی اولین بار این فیلم رو دیدم گفتم مگر ارتش ایران در دوره جمهوری اسلامی اوائل انقلاب زمان جنگ مگر خانوم ها داخلش بودن؟ میدونید دوره شاه سپاه دانش و اینها داشتن خانوم ها و که رفتن جنگ و اسیر شدن که از اسارت و اردوگاه رفتن توی مجاهدین. دوستان توضیح دادن گفتن که بعضی از اینها مردم معمولی شهرها و اینها بودن که مجاهدین اینها رو گرفتن. البته به نظر من این درست نیست، چون اگه مجاهدین گرفتن وقت مجاهدین بردن اینها رو گذاشتن توی اردوگاه عراقی ها، بعد از اردوگاه عراقی ها به همین خاطر سعی میکنن با دوستانی که جدا شدن بیشتر چیز کنه. میگن که I'm watching Facebook cannot share it because of sound. پس ساوندمون روی فیسبوک شما میگی مشکل داره،
بذار ببینم که این میکروفونمون اینجا درست و دیگه نمیدونم. بذار من ببینم اینجا گفتیم الان خود من از اینجا گوش کنم ببینم چجوریه. اگه صدا اینجا خوب بود اون وقت شاید این دفعه به جدی بگم. شنیدی از شما و دیگران عذرخواهی کردم. بله آقای نیساری هم از اروپا میگه صدای شما قطع و وصل میشه، چه باید کرد واقعا نمیدونم. بذارید بعد از اردو پرسیدتون مملکتتون باید اونو حل کنید. در اصل ما یه دوستی که سالها پیش ارتمزون نمیدونم همچین مشکلی ما تا امروز نداشتیم. حالا دیگه اینم اضافه شده به این و باز برمیگردیم به همون چه باید کرد. میخواین من یه میکروفون دیگه فوری وصل کنم بیام خدمتتون؟ اجازه بدین این پلیر 4 رو بذارم، چون اگر بخوایم با آقای نیساری هم که الان وقتش صحبت کنیم این که میشه مایه آبروریزی. اجازه بدین من یه میکروفون دیگه وصل کنم و بیام خدمت شما. اگر دیلینگ و دیلینگی شنیدی این صدای میکروفونه. و بله ببینم چی میشه. خب این رو شنیدید شما، این رو هم ما میزنیم اینجا هم برای خودمون هم برای دوستانی که بعد از چیز تماس میگیرن. اینجا هم ستینگ رو عوض کنیم ببینیم اجازه میده یا نه. اینجا هستیم گوگل کروم، بیایم این فیسبوک و روی این بذاریم که ویدیو کپچر دیوایس اینجا ان هاید آن سپیکر نو سپیکر هم صدا نمیده. مایک نمیدونم متاسفانه درست نیست. بذارید این رو من اینجا